آخرین گزارش ها از اسلوونی از ادامه سیل ورود مهاجران به این کشور حکایت دارد. این در حالی است که همزمان نخست وزیر اسلوونی تهدید کرده که آماده ساخت دیواری در مرز این کشور با کرواسی از همین فرداست. میرو سرار در این باره گفت بگذارید بگویم که اسلوونی خواهان ایجاد دیوار در میان کشورهای اروپایی نیست. اما اگر اسلوونی مجبور به این کار شود، آماده است که از فردا موانع لازم را در میان مرز با کرواسی ایجاد کند. این کار با هدف مدیریت بهتر این وضعیت صورت خواهد گرفت. همزمان گزارش ها حاکی است که پنج پلیس آلمانی از 400 پلیسی که قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با موج پناهجویان به اسلوونی بفرستند، وارد این کشور شدهاند. سفیر آلمان در اسلوونی هم با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی میبایست با کمک یکدیگر با این وضعیت مقابله کنند گفت ما هم جلسه موفقی در مورد 17 طرحی که میبایست اجرا شود در بروکسل داشتیم برای همین اولین پلیس ها امروز وارد شدند و بقیه هم در روزهای آینده از دیگر کشورهای اروپایی خواهند آمد تا دست به دست یکدیگر وضعیت امنی را ایجاد کنیم از ابتدای سال جاری میلادی حدود 700 هزار مهاجر و پناهجو از طریق مدیترانه وارد اروپا شدند. اتحاد اروپا هشدار داده با وخیم تر شدن وضعیت جنگ در سوریه ممکن است در آینده تعداد پناهجوی بیشتری وارد قاره سبز شوند.